یو ځل بیا ښه راغلاست او هرکلی قدرمنو هیوادوالو. په خپرونه کې د ورځپاڼو برخه ده، سیرت صاحب هم ځان را رسولی دی سټوډیو ته. ما ته خوبولی ښکاري، خو وګورو چې ورځپاڼو کې څه ګلان راته کړي او څه یې راوړي دي د ورځپاڼو د لارې نه. سیرت صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی، سهار دې نیکمرغه. په ورځپاڼو کې تازه مسایل څه دي؟ ډېره مننه. سلام سهار تا ته، د ژوندون ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ته. هیله ده تاسې هم سهار په خیر پیل کړی. یو خپرونه کې تریدمه ستړي شوي نه یاست. په ورځپاڼو کې تازه مسایل شته، ته به په ګډه سره واورو. په دنیا ورځپاڼه کې لومړی خبر ده: روسیه برای هر گونه وضعیت در افغانستان آماده است. وزیر امور خارجه روسیه میگوید ماهای آینده میتواند برای افغانستان سرنوشت ساز باشد. انتظار افزایش فعالیت های نظامی میرود و روسیه برای هر گونه وضعیت آماده است. سرگیلاروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه ارگومنتی ای فاکتی که روز دوشنبه منتشر شد، اظهار داشت که روسیه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آماده هر گونه پیشرفت اوضاع در این کشور است. وزیر امور خارجه روسیه درباره احتمال قدرت گرفتن طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی و درباره اینکه در صورت چنین وضعیتی آیا خطر متوجه روسیه خواهد بود یا خیر گفت: ما برای هر گونه تحولات وضعیتی پس از خروج خارجی ها از افغانستان آمادگی های لازم را داریم. همدار از دنیا ورځپاڼه که بل خبر د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې دی: کاهش 50 میلیارد ډالری هزینه پنتاگون پس از خروج از افغانستان. نمایندگان دموکرات کنگره امریکا اظهار کردند که با خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانستان 50 میلیارد دلار از هزینه های ارتش ایالات متحده در عملیات بیرون مرزی آزاد می شود. کنگره ایالات متحده امریکا اعلام کرد. مارک پوکان و باربارا لی و دیگر نمایندگان دموکرات با ارسال نامه به جو بایدن رئیس جمهور ایالات گفته که برآوردهای نشان می دهد که با خروج نیروها از افغانستان حدود 50 میلیارد دلار آزاد می شود و این بودجه می تواند به جای هزینه در جنگ های خارجی به بحران بی‌خانمانی در ایالات متحده پایان دهد. هم در از بل خبر، افغانستان که له تودو جګړو سره هم مهاله دوحه کې ناست شوې ده، چې دا د اختر نه وروسته دویمه ناسته ده. په داسې حال کې چې په لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکرې ټیمونو ترمنځ ناسته ترسره شوې. په قطر کې یو شمېر سرچینې وایي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي مشر عبدالحکیم حقانی په پاکستان کې له اوږدو مشورو وروسته د جمعې په ورځ له اسلام آباد څخه دوحې ته رسېدلی او د یکشنبې په ناسته کې هم حضور درلود. دا له اختر وروسته د افغانستان د مذاکراتي ټیم او طالبانو استازو ترمنځ دوهمه ناسته ترسره کیږي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي هیات یو غړي ویلي چې دواړو خواوو خبرو بیا پیل او څرنګوالي په اړه خبرې کړي دي. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي غړي غلام فاروق مجرو ویلي په دې ناسته کې د خبرو د پیل او څرنګوالي په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. بل خبر په دنیا ورځپاڼه کې وروستی خبر دا ده چې ایرو ایشیا ریویو یو راپور خپور کړی کې وایي چې د افغان طالبانو پیاوړي کېدل مستقیما پاکستان اغېزمنوي. ایرویش ریویو خپرونې ویلي چې که چېرته افغانستان له ګډوډیو سره مخ شي نو پاکستان به هم په امن کې پاتې نه شي. خپرونې زیاته کړې چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او له شک پرته د افغان طالبانو پیاوړي کېدل به د پاکستان سوله او ثبات هم اغېزمن کړي. خپرونه کار کې پاکستاني طالبانو تل افغان طالبانو ته خپله وفاداري ښودلې او په پاکستان کې فعال افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکري مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ د یو بل مرستې ته وردنګلی شي. خپرونه زیاته کړې چې که چېرته افغان طالبان واک ته رسېږي نو دغه افراطي ډلې به نور هم ورسره پیاوړې شي او دغه چاره به د پاکستان ګټې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي. خپرونې دغه راز ټینګار کړی دی چې پاکستان باید په دې مهم پړاو کې په ډېر احتیاط ګام پورته کړي. په دنیا ورځپاڼه کې وروستي مسایل همدا و. اوس راځو د اصلاح ورځپاڼې ته. اصلاح ورځپاڼه کې خبر دی: نگرانی ولسي جرګه از تشدید نامنی ها در کشور. مجلس نمایندگان ضمن ابراز نگرانی از تشدید نامنی ها در سرتاسر کشور میگوید وضعیت امنیتی در 7 ولایت به وخامت گرایده است. میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در نشست روز دوشنبه این مجلس گفت که اوضاع امنیتی در بغلان، لغمان، غزنی، قندهار، هلمند، فاریاب، کندز و سایر ولایت ها خراب شده است و جنگ شدید جریان دارد. آقای رحمانی افزود جنگ ویرانی را در پی دارد و مردم عزیزان خوش را از دست میدهند، اما در این شرایط حمایت از نیروهای امنیتی وجیبه ملی همه مردم افغانستان است که باید از آنان پشتیبانی شود. په اصلاح ورځپاڼه که بل خبر، لغمان که د ملی اردو عملیاتو که تر 500 ډیر طالبان وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان ولایت کې د تیرې شپې پوځي عملیاتو پر مهال لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبړه اړولې ده.
د لغمان مرکز محترلام کمربندی پوسټو ته د طالبانو ته نږدې کېدو وروسته تیره ورځ دغه ولایت کې افغان کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شول. دفاع وزارت پرون دوشنبه ویلي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال له مرکز څخه تر الینګار پورې سیمې تصفیه شوي او په وینا یې د الیشنګ په لور عملیات پر مخ روان دي. اعلامیه زیاتوي د تېرې شپې راپه دې خوا پیل شوي عملیاتو کې د طالبانو د مخکښ قومندان زلمي او ګڼ شمېر نورو قومندانانو او بهرنیو وسلوالو په ګډون تر 500 زیات طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. بل خبر په اصلاح ورځپاڼه کې دا ده چې د افغان سیکانو او هندوانو څلوېښت کورنۍ له هندوستانه راستنې شوي. د افغان سیکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ بېرته له هندوستان نه راستنې شوي دي. پولیسي جرګه کې د سیکانو او هندوانو استازي نریندرا سنګ خالصه وایي همدې اونۍ په سر کې څلوېښت کورنۍ راستنې او د حکومت له مرستو برخمنې شوي. ښاغلي خالصه زیاتوي څلوېښت کورنۍ بېرته کابل ته راستنې شوي. پرون له دوی سره هر یو سره 10 قلمه مرستې وشوې. نغدي مرستې هم له دوی سره له دې وروسته له موږ سره کېږي. د افغان سیکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو کې لږ تر لږه 2 کلونو کې چې امنیتي وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه ووتلې. دا ډله هم د نورو افغانانو په څېر له ګڼو بریدونو سره مخ شوې ده. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2020 زیږدیز کال د مارچ په 15مه و. په اصلاح ورځپاڼه کې وروستی خبر به یو خبر دا و چې چین له افغانستان سره د کرونا ضد 500,000 دوزه واکسین مرسته کوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پېښې زیاتېدو په حال کې دي چین له دې هېواد سره د کرونا ضد 500,000 دوزه واکسینه مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو ویلي چې چین د کرونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي په برخه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. ښاغلي وانګ یو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چین به افغانستان ته 500,000 دوزه د کرونا ضد واکسین ورکړي. موږ پر ستونزو د بریا لپاره له افغانستان سره یو. نو په اصلاح ورځپاڼه کې وروستي مسایل همدا و. راځو اوس اشتي صبح ورځپاڼه کې یو خبر ده چې د بغلان ولایت په اړه باندې ده. جنګ در بغلان بیش از 15,000 خانواده اواره شدن. جنگ های اخیر در ولایت بغلان سبب اوارگی هزاران خانواده در این ولایت شده است. شریف الله شفق رئیس مهاجرین ولایت بغلان را صحبت به روزنامه 8 گفت که بیش از 15,000 خانواده از ولسوالی های بغلان مرکزی، دهنه غوری، بورکه، نهرین، خوست، گذرگاه نور و مناطق چمشیر، دندغوری و دند شابودین بیجا شدند. در جریان 2 هفته گذشته طالبان یک رشته حملات گسترده را در این منطقه اجرا کردند. شفق تصریح کرد که بغلان بیشترین رقم بیجا شدگان دارد. با گفته او برخی اوارگان جنگ های اخیر در بغلان به شهر پلخمری پناه آوردند. شماری نیز در مراکز و ولسوالی ها جا بجا شدند. قدرمنو لیدونکو په ورځپاڼو کې تازه وروستي مسایل دومره وو. اوس ورځو د ژوندون سهار سجي ته ورګرځو. پاتې خپرونه زموږ له همکارۍ سره مه هېروئ. تاسې په پاک رسپارم کې چارې ولرئ. ډېر زیاته مننه کوم له خپل همکار سیرات صاحب نه چې تاسو ته یې د ورځپاڼو برخه وړاندې کړه. بیا هم بدبختانه د ډېری ولایتونو د سقوط او ورسره په دغه ولایتونو کې د جګړې خبر بیا د بې ځایه شو خبر په واقعي ډول د اندېښنې وړ دی. زموږ په ګڼو ولایتونو کې بیا په ولسوالیو کې چې جګړه روانه ده ډېری کورنۍ بې ځایه کېږي. کله چې مرکز ته راځي نو له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي. جدي پاملرنه غواړو دغه بې ځایه شوو ته ځکه دوی د خپل ژوند ټول شته پرېښې دي او ترې ورکډه شوي دي. خدای دې د جګړې سنګر توت والي نه سوړوالي ته راټیټ کړي چې زموږ ټول هېوادوال په خپلو مینو ته ستانه شي او خپلو مینو کې پاتې شي. اوس هم په خپرونه کې د لوبو برخه ده د ورزش برخه ده. معمولا د سه‌شنبه ورځ د هېواد پیاوړي لوبغاړي موږ سره په خپرونه کې حضور پیدا کوي. موږ د دوی په فعالیتونو باندې خبرې کوو، د دوی په لوبو باندې خبرې کوو او د دوی په کردارونو د دوی په کړنو باندې خبرې کوو. نن هم په خپرونه کې میلمه د ځانه سره لرم اګر چې سندې کم دی خو څلور کاره کېږي چې د کیک بکس لوبه کوي او د سمیع الله رسولي ما سره په خپرونه کې میلمه دی. د دوی په فعالیتونو باندې به خبرې کوو، د دوی په لوبو باندې به خبرې کوو. مډالونه یې ماشاءالله هم ډېر زیات دي. د هغې تر څنګه تقریرنامې هم ډېرې زیاتې دي. رسولي صاحب ته په زه ښه راغلاست وایم. بیا به وروسته ورسره خبرې اترې لرو. آقای رسولي، خوش آمدین به برنامه. سلامت باشي، خوش باشي، بخیر باشي. نایم به ورزشتان چند سال میشه ورزش میکنی؟ اول خدا معرفی کنم. سلام به شما و همکارتان و بینندگان تلویزیون. سمیع الله رسولی هستم، یک تن از ورزشکاران وزارت امور داخلی رشته کیک بوکسینگ شاگرد استاد پیغام غرنه. رسولی د وزارت داخلی د ټیم سره کار کوي. دوی څلور کاله کیږي چې په کیک بوکس کې کار کوي.
چهار سال میشه با ورزشی کیک بوکس شما فعالیت دارین، کار میکنین، با کدام کلاب میرین، استادتان کی هستن؟ میگه چهار سال میشه تمرین میکنم پیشتاز پیغام غرنه ای اونم قهرمان است که استادم دیگه چهار سال میشه تمرین میکنم دیگه پیشرفت کردیم خوب اون دستاوردهای ما از مدال ما از تقدیرنامه ما تشکر زنده باشیم سمیلا جان میایم با مسابقاتان چند مسابقه دادیم؟ 15 مسابقه کردیم 15 مسابقه کردی چند شب باخت داری چند برد داری باخت ندارم تا فعلا در مسابقه ایم ماشاءالله در نوریدونکو سمیلا جان چې دای ډیر زیات لایق او با استعداد هلک دی وای چې ټولې لوبې 15 مسابقه یې کړې دي 15 کې ټولې ګټلې دي یوه هم نه ده بایللې مسابقه به داخل کابل بود یا د ولایت هم تشکیل کردین تا فعلا د می جا بوده د ولایت دیگه د ولایت آدمی بعد از او باز دیگه تصمیم داریم به خیر یکان سفر یکان جای بریم خارج از کشور یا داخل کشور؟ داخل کشورم خارج از کشورم خارج از کشورم امید است بخیر امید است بخیر سمیلا جان نمو مسابقه این 15 مسابقه که شما مسابقه دادین جالب ترین مسابقه تانو برم قصه کنین و که زیاد برد مشکل بود اون مسابقه برم قصه کنین نگه مسابقه بود در کلاب یک جای نام کلاب نمیگیرم نام کلاب نمیگیرم؟ نه نام کلاب نمیگیرم بازوجا مسابقه کردم ما پیش از چند وقت پیش ما جوره شده بودیم خب جوره شده بودیم باز ما که دموجا جوره شده بودیم استاد بر ما گفت عکس ترایی که بر از اوجه ما گرفت و عکس ترایی کردم در مسنجر اوجا با جوره شد عکس های ما او بچه بسیار امی که سیلش کردم در سند سال ما ما گفتم برو یا هم خد ما وقتی کجا با وزن کشی رفتم در وزن در سر ترازو ستا چندم یک وعده که من پس ایسا آمدم امو بچه آمد تعریف ما اونجا دگه اکس ای بچه دگه کرد ای آمد که من سلام علیکی که جور بخیری من نشناختمش که عریف خود من عریف خود من باز یک وعده کتزی من بغل کشی کردم بر آمدم ایسا رفتم بر آمدم روز که در رنگ در آمده اون بچه دادم روی ما آمده داخل رنگ همون تو کلان کتا چک من بسیار کلان هم بتا روز این همون دادم روی ما ما نایران بانده کدیم ای که بچه که سلام علیکی کرده بود از خاطر که عریفت بوده عریفت بوده باز نترسیدی که خود چاک است کلان است بلند است نه باز او دو یک ذره دوازن زیاد بود از پیش من از خاطر که ما کت کلا خود طول کرده بودم کت کلا طول کرده ما خود جوره شده بودیم جوره شده بودیم باز ما در سر ترازی طول شدیم باز استاش فهمیده بود که زیاد از باز من که کالا طول کرده بودم خدا خب باز چند کیلو زیاد بود بازم که فاید کردم باز باز بردیم بخیر دیگه باز توانستم شاید در راوند اول نکاوتش کنم ماشاءالله ماشاءالله دی زیاد لیقه ده کلا کلا پلو بو که دست جالب شایم یزی معمولا دی بوکس خبره چاورم نوزه دی بوکس نداره ایگم چه دا بوکس با دیر خطرناک لو بوی دا اگر چی جالب هم دا کمی دا میایم امی مثلا ما کسی میگیم که تو به بوکس میزنم نی؟ ای تو میکنیم شما چه قسم میکنیم؟ همی گرفتن بوکس طریقه بوکس که باید مشتایی نمی تو بگیری چه قسم هست؟ دیگه گرفتن مشت خود مشت که کس بزنه گرفتن نداره دیگه ایچ گرفت یک دفاع داره که دفاعش میکنی یا برامت میکنی دیگه برامت خالیگاش اونم جای که خالی میباشه روی پتش میکنی و زیادتر تیز میباشی در برامت تو همون ساعت بوکس میگی؟ به یک قسم ما یک قسم باید بگیریم به یک قسم از نه دسکش کلان است باز از جا نخواد برای باز ریا باز دسک پایین باشه باز طریقه داره نی؟ طریقه داره اکس نمیتونی گرفتایی که بگیری که بگیری دیگه ایچه که بگیری خود رویت خالی می باشه خب به یک قسمت باز بگیری رویت کلش بند کدام جا فاول است مثلا که نمیتونی فاول بوکس از این قسمت دیگه بالا هیچ فاول نیست که هر جای بخوره فاول نیست باز از ما خو لغت هم داره خب از ما لغت بوکس است نگه لغت دیگه از پنجی پای شروع تا فرق سر نگه بوکس هم این نمو تا کدام مسابقه خدا نخسته پایتان دستتان بینیتان آگار شده یا نشده خب گای گای در مسابقه آگار میشه دیگه مسابقه است مشت است اما که تو تایید می باشید در تمرین عریف تا ما تمرین تایید می تشویقت میکنه سمیلا جان که مثلا تشویق شوین بیاین دگم زحمت بکشین دگم قوی تر شوین تشویق پدر جان مادر جان ما زیاد میکنیم در خانه زیاد تشویق میکنه دیگه دوستای ما زیاد تشویق میکنه استاد ما زیاد کوشش سر میکنه تشویق میکنه میگه در جای برسی
نگه دوستای زیاد هست که تشکر کنم. ماشاءالله سمیلا جان، بسیار یک بچه با استعداد، بسیار یک بچه لایق. وقتی که بس سندشان میبینیم، سندشان هم قدر زیاد نیست. مکتب هم میری سمیلا جان؟ مکتب هم. چند هستی؟ سنف نو. ماشاءالله گوری سن نوارو که ده سندش خورده است، بخاطر که انو سنف نو است، چهار سال میشه در رشته کیک بوکس ورزش میکنه و 15 مسابقه داده، مسابقه هم همشه برده. با امید موفقیت های بیشترشان هستیم که بیشتر بدرخشان ده یرسه. سمیولا جان اینال به مدالتان میاییم. درنولی دون کن ده سمیولا جان، مکسر هم دری دقیقی وقت پخبرانه که این زکر بیده کارتون برخده نو داده سمیولا جان مدالو میدی چه دوی تقریبا گتلو دی. ما ورته مخکې ویلی چې دا ټول د زرو مډالونه دي. دا ما ته راکړې، زه به ترې نه ځان ته والۍ او بنګړي دا شیان جوړ کړم. څنګه سمیولا؟ گفتم میره برما بتی ما یوان گوشوارا یوان انگشتر یوان چیزی هست پیش جور کنیم. افتخارت هستی. افتخارم هستین، همیشه همتون موفق باشین، همیشه همتون برد داشته باشین در کل مسابقاتان. پیغام به هم ترین او رو داین و میدالون دی قدرمون دین که کویش ما رو. سمیولا جان چند دان هستایی؟ این فیل نجنان هسته. دا تا دانی دیم پینزل هست مسابقی که دی خو میدالون ما تا دانی را بودی دی. بچه دی کابل پلازمینه که چکم مغلی دی آقای از مک سخه وانه تختوی. سمیولا جان اینالی از برنامه یک دفعه بیرو برایی از آن دزمز بیا با خط بود. نه شکر از خدای چیزار نخواد کس از پیشم دان دو دوی میدالون دی دا آقا ترسنگن و تقدیرنامی هم از مک سر زخت دیری دی. سمیولا جان حکمه قهرمانی است. کلش حکمه قهرمانی است؟ حکمه قهرمانی هم از تقدیرنامه. تقدیرنامه هم است. خواه دا پا دوارو برخو که دی هم تقدیرنامه دی هم دی قهرمانی حکمونه دی. سمیولا جان ما تا داری چه که دایسی دی طول پیجندرگلوی و نشو کرلای چه دوار پا کم و کم مسابقو که دا تقدیرنامه خیسته دی. خود دو دقیقی وقت لرو سمیولا جان باوری چه اینمی تقدیرنامه را دا کدام مسابقه گرفتیم؟ دا 1400 است؟ دا قهرمانی حکم دی. دا 1400 گرفتیم. دا 1400 گرفتیم. یک چند تایش بر ما تشریح کن. سه. ایره دا سال 1399 گرفتیم. خواه دا 99 که اخیستی دا؟ ایره هم 1399 گرفتیم. دا ایم 99 که اخیستی؟ ایره هم 1399 گرفتیم. دا نوزه سمیولا جان؟ 1398. 1398. ایره هم 1398. دا سال دو مسابقه هم دادی یکان دفعه. دی 1397. دا 97 که اخیستی؟ ایره هم 1397. دهم نواد اف که خیستی؟ ای سیزدن نواد افت سیم. دهم سیزدن نواد افت؟ سیزدن نواد شش. سیزدن نواد شش و سه دانه دیگه مانده. ای دیگه ای چی است؟ تقدیر نامای ماس. ده تقدیر نمیدی. تقدیر نمیدی چی سمیولا جان تا دی دوی دفعالتون و فاکلا بخاطر ورکر سوی دی نو ده لاح تقدیر ده چه دوی تا ورکر سوی ده بستی ده دالک ده لیق قالک ده. تقدیر نامی هم ډېرې زیاتې دي کیدای سي تر پنځلس سو دا پورته وي. دای دمدې سي په خپلو چارو کې بریالی وي. سمیولا جان وایم یک پیام کوتاه تا نه مشنویم به بچههایې که مثلا همسند خودت هستن یا د کوچه میګردن یا مکتب نمیرن یا مسؤلیتی که از طرق خانواده برش داده شده به جا نمیآورن، چی پیام دارین برشان؟ پیام خاص ندارم. باید جوانان کشور ما به یک چیز خوب پیش بر عمل با کارهای خراب دست نبره و باید مردم به تشویق به ورزش تشویق کنن که ورزش کنن به خاطر که سبا امروز ما هستیم سبا یکی دیگه می باشه. از این خاطر باید کلگی عملای بد خود ایلا کنه و در ورزش رو بیاره. تشکر. زنده باشی که به برنامه آمدی. سلامت باشین. درنو لیدونکو سمیولا جانو چه خبرونه که حضور پیدا که مگ دوی سر دوی دفعالتون و پاره خبریاتر در لوده مرکم و سر در لوده لخوده دیگو کردی چی پا تاسو بنده مثبت تاثیرات پریخی بیده جواندون سهر ننه خبرونه هم پا همده زی پای ترسیگی ما تا ایجازات را که تاسو را بولم کارتون تماشا که زمک دیده خدای پامان بی.